امروز بحران جانشینی رهبران در جهان مختص اکثر کشورهای عقب ماده است که با عناوینی چون توسعه نیافته در حال توسعه عقب نگه داشته شده جهان سوم کشورهای جنوب و مانند آن نامیده می شوند. در این کشورها چون مردم و رهبران برای اصر مدرن تربیت نشدند و مکانیسم حزبی و انتخابات واقعی وجود ندارد با مرگ و یا کنارگیری رهبر بحران ایجاد می شود و این بحران گاهی آنقدر عمیق است که منجر به جنگ داخلی تغییر حکومت ها و تجزیه کشورها هم شده است برخی از این کشورها مثل آذربایجان عربستان لیبی زمان غذافی ممکن است در ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گامهایی در جهت توسعه برداشته باشند اما در حوزه توسعه سیاسی در تاریخ منجمد شده و شبیه ممالک مافیل مدرن هستند و با مرگ رهبر بحران جانشینی پیش میآید وقتی تاریخ دیرین شاهنشاهی ایران را مرور می کنیم به موارد گوناگون و گاهی خاص از ولیهدی و جانشینی برخورد می کنیم. برای مثال در ایران باستان در زمان حکومت ساسانیان پیش از به دنیا آمدن شاپور دوم پدرش فوت می کند. موبدان با گفتگو از پس پرده با همسر باردار پادشاه پی میبرند که فرزند پسر است پسری که هنوز به دنیا نیامده ولیعت معرفی می شود و یک متولی کشور را اداره می کند تا پس از تولد و رسیدن به سن بلوغ حکومت را به وی بسپارند او قبل از تولد از مادر شاه می شود و تا هفتاد سالگی که می میرد شاه است و طولانی ترین حاکم در تاریخ ایران است در مقابل ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و وقتی به دست میرزا رضای کرمانی حذف شد ولیعتش مظفرالدین شاه عمری از میانسالی گذرانده بود و مو محاسنش سفید شده بود او چهل سال ولیعت منتظر ماند و فقط ده سال سلطنت کرد طرف آنکه مدرنترین پادشاه ایران یعنی محمد رضا شاه هم فرزندش رضا پهلوی را طبق قانون اساسی در هفت سالگی به عنوان جانشین و ولیعهد معرفی می کند. یعنی زمانی که کودک داشت کیف و کفشش را برای رفتن به اول ابتدایی آماده می کرد به عنوان شاه آینده ایران انتخاب شد سوال اینجاست که چرا کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه و آلمان و انگلستان و هند و ژاپن و کره جنوبی و مالزی و دانمارک و ترکیه و هلند با نگرانی مرگ رهبر یعنی صاحبان قدرت و بحران جانشینی روبرو نیستند پاسخ آن است که چون به موازات توسعه یافتگی و مدرن شدن در سایر حوزه ها در بعد سیاسی هم روز چیافته من مدرن شدند مثلا اگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و یا بایدن کناره و یا فوت کند کشور به هرج و مرج نمی کشد ولی مثلا با مرگ رهبران عربستان و سوریه و آذربایجان شاید با مسئله مشکل و بحران و انتخاب جانشینی مواجه شوند در جمهوری آذربایجان که حکومت سعی می کند ظاهرش را بزرگ کند و خود را پیشرفته نشان دهد اما پدر و پسر بیش از سی سال است که قدرت را در دست دارند و شاید بعد از الهام علیوف رئیس جمهور فعلی با لطایف فرزندش بر سریر قدرت نشیند پدر الهام ده سال و وی از سال 2003 در قدرت است اگر از نظر سیاسی تحول نیابد و قانون محدودیت دو دوره ریاست جمهوری در این کشور اجرا نشود ممکن است پسر وی جای پدر را بگیرد به عبارتی این نو جمهوری ها همان پادشاهی هستند که لباس جمهوریت به کردند سوریه هم مثالی از این دست است پدر و پسر حافظ و بشار اسد قریب به 60 سال است که بختکوار با سنویش سوریه سایه انداخته و به هیچ قیمتی حتی به قیمت نابودی کشورشان حاضر نشدند قدرت را رها کنند و برای ماندن بسیاری را آزار اذیت کردند و از بین بردند آنها نیز هر چهار سال یک بار انتخابات سوری مسخره مثل صدام حسین برگزار می اگرچه بسیار از کشورهای توسعه یافته سیاسی در نیمکره شمالی کره زمین هستند اما چند کشوری در آفریقا و آسیا هستند که با نظام حزبی و مکانیزم انتخابات رهبران را انتخاب می کنند و با رفتن رهبر بحران به وجود نمیآید. هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی و همسایه نیمه اروپایی من ترکیه از این جمله هستند که می توانند برای سایر کشورهای عقبمانده الگوی توسعه نسبی همه جانبه باشند. لازم به گفتن نیست که در نظامهای غیرحزبی قدرت بیشتر در دست یک نفر یعنی رهبر متمرکز است. افراد و گروه هایی که زیر بال این قدرت متمرکز سود میبرند سعی دارند رهبری روی کار بیاورند که از قبل آن بهیات مادی و سیاسی خود ادامه دهند و همین خاطر مثلا با مرگ ملکه انگلستان یا امپراتور ژاپن یا پادشاه سوئد و همساله هم بحران پیش نمی آید. زیرا قدرت برای دوره محدود در دست رئیس جمهور و نخست وزیر و احزاب است. تازه مرگ کسی مثل ملکه انگلستان ضمن که بحران ندارد بلکه به واسطه انجام مراسم تشریه با شکوه نوعی تفریح و دیدن آن خاطره برای مردم محسوب می شود. اما خبری خوش توسط سناتور آمریکایی به مردم ایران داده شده. آنها اعلام کردن به وضوع برای چندمین بار که ما به زودی خامنه ای را حذف میکنیم. پیام ویژه و بیسابقه سناتور جمهوری آمریکا به مردم ایران برای نابودی و سقوط رژیم چندین روز است که در رسانه هایشان عنوان شده است. محمد نوریزاد زندان سیاسی محفوظ در زندان اوین در پرونده جدید به 61 ماه حبس محکوم شد. او در تماس تلفنی از زندان با زیر سال بردن مشروعیت دادگاه تأکید کرده که به این رأی اعتراض نمی کند بلکه وقتی دزدی بسیار بزرگ ببیند ساکت نمی نشیند. یک منبع نزدیک به خانواده محمد نوریزاد به صدای آمریکا گفت این زندانی سیاسی در تماس تلفنی اعلام کرد که به 61 ماه حبس دیگر محکوم شده و به محض اینکه حرفش را درباره های صورت گرفته توسط مقامات جمهوری اسلامی ادامه داده تلفن بلافاصله توسط عوامل زندان قطع شده محمد نوریزاد در این فایل صوتی که به صدای آمریکا رسیده گفته که رئیس بند شش به او اعلام کرده به خاطر تلفن که در بند شش شکستی 61 ماه به زندان شما افزوده شده و این زندانی سیاسی به او پاسخ داده که بودن ما اینجا اثبات حقانیت ماست این زندانی سیاسی با بیانی که من وقتی یک دزدی بسیار بزرگ را ببینم ساکت نمی توضیح داد مثلا چیزی قریب به 90 میلیارد تومان پول زندانیان را که در کارتشان بود در کل ایران برداشتند همه ساکت ماندند من گوشگوب برداشتم زدم تلفن را شکستم نوریزاد با بیان اینکه این مسئله موجب شکایت مقامات زندان و حکم 61 ماهه زندان برای او شده گفت رئیس بندشش گفته ابلاغیش را میخواهی؟ گفتم بده پارهش کنم گفت 20 روز مهلت داری برای اعتراض گفتم چرا اعتراض کنم دادگاهی که نرفتم دادگاهی که اصلا نپذیرفتم برای چه حالا بروم اعتراض بنویسم که چرا 61 ماه برای من زندان بریدی نوریزاد که از امضا کنندگان بیانیه 14 برای استعفای علی خامنی یا گزار جمهوری اسلامی است تاکید کرده من حرفم این است که مشتبا خامنه دزد است باید پاسخگو باشد قالیباف دزد است آدم کش است پرستو پران است باید پاسخگو باشد پسر قالیباف دزد است در حالی که محمد نوریزاد درباره پرونده پسر قالیباف سخن می گفت ناگهان تلفن زندان قطع شد محمد نوریزاد کارگردان فیلمنامه و روزنامهنگار 66 ساله ایرانی در سالهای اخیر به علت فعالیتهای مدنی و ملاقات با خانواده های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده نوریزاد تقریبا دو ماه پس از امضای نامه بازداشت شد و در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به 15 سال زندان دو سال تبعید به شهرستان ایزه و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد اعتراضات محمد نوریزاد در زندان هم ادامه دارد و تاکنون چند پرونده دیگر حین تحمل حبس برای این زندانی سیاسی گشوده شده است او در اردیبهشت سال 99 به یک سال زندان دیگر به دلیل دفاع از حقوق بهاییان ساکن شهرستان ایوانکی در استان سمنان محکوم شد